و میزنم و به افتخار این جوانی که این جیپو ساخته ایستاده دست میزنم، ایستاده دست میزنم به افتخار این جوان. خیلی جالب و قشنگ این جیپ ساخته کشور افغانستان، جدیدترین جیپ ساخته کشور افغانستان. صدا که نداره اصلا این جیپ، فکر کنم موتورش برقیه. جوانای افغانستان دارن چه کار میکنن؟ دارن غوغا و طوفان به پا میکنن، دارن انگلیس شوروی همه رو دارن میسوزونن میچزونن، یکی یکی موتور اسپورت رو ساختن، الان اومدن این جیپ قشنگ رو ساختن با موتور الکتریکیه. فکر کنم هی واتس اپ، من بای خیلی خوش آمدید به کانال یوتیوبی لالا پاشاتون. اینجا مدیای اتحاد تمامی فارسی زبانان دنیا هر کجا که مرز کشیدن بیایید و پل بزنیم، حرف از تهران و دوشنبه و کابل بزنیم. بچه‌ها بعد از ساخت موتور اسپورت، نابغای افغانستانی دست به ساخت جیپ افغانستانی زدنده. و و این چه سیلی میتونه باشه تو دهن بدخواهای کشور افغانستان، نابغای کشور افغانستان. سر اون قضیه موتور اسپورت که خوب سوختن، حالا دیگه جیپ هم اضافه شد. قبل اینکه بریم این ویدیو رو ببینیم، لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله برقش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا مثلا منو فالو کنید. بریم ببینیم این جیپ چه جوریه. آر یو ردی؟ رنجا بالا مخت اکسون ها بنازم. من فکر میکردم این جیپه هنوز در حال مرحله ساخت و رواندازی و طراحی و این چیزا، نگو کلن ساختنش. قضیه موتور اسپورت اینجور انگیزه داده به جوانای کشور افغانستان، همه دیگه دست به کار شدن، همه استعدادهای خودشونو کشف کردن. اگه یه ذره حمایت بشن بچه ها میتره کنن. به نظر من سال آینده اینجور پیش بره، یعنی 5 سال آینده کشور افغانستان جای بنز و بی ام و تویوتا همه رو میگیره، جای همه این خودروهای اسپورت و مدرن رو میگیره. بریم ادامه. لکه رشاد اصلی لار وارد شد. داخل کل رشاد کی؟ بچه چی میگن؟ اینجا رو حتما واسه من بگید، من درست متوجه نشدم چی میگن. اینو حتما به من بگید و روی کاپوتش هم مثل که نمیشه افغانستان یه چیزی نوشته، حالا اینو قشنگ متوجه. و چه جمعیت شلوغی هم از بچه، ببینید که چقدر جمعیت شلوغی اومده واسه دیدن از این جیپ. بریم ادامه. تو حالا باقی میدان که تو رو تدارم. خب حالا اینجا مثل که میخوان تستش کنن موتور رو و برونانش و ببینن موتوری دیگه چه جوریه. 100 درصد بریم ادامه. ببینید چقدر چهرهشون خوشحاله. بچه ببینید که یه ذره بها داده بشه به مردم کشور افغانستان، یه ذره حمایتشون کنن در عرصه پیشرفت و تکنولوژی. ببینید هم این که جوانها مثل یه غنچه گل شکوفا میشن و هم دل خود مردم شاد میشه. این چهره خندون، فکر کنم این قضیه موتور ساخت موتور و این خودروهای جدیدی که داره ساخته میشه دل خیلی ها رو شاد کرده توی کشور افغانستان. جدا اصلا چرا افغانستان، دل همون منی که ایرانی هم فارسی زبونم، به نوبه خود من ایرانی دل منم شاد کرده دیگه، چه برسه به خود کشور افغانستان. اینجور اگه ارزش قائل بشن واسه نابغاشون بهشت میشه، به نظر من بهشت میشه. بریم ادامه. عجب جیپی ساخته این نابغه افغانستانی که چندین نفرم توش جا میشه. دمش گرم. رشاد اصلی دیگه درسته، الان 3 نفر عقب من، 2 تا جلوه.
آفرین چه راحت هم میشن، چون من ماشین جیپ دیدم مثلا توی ایران خیلی جاش تنگه، مثلا به زور شاید دو نفر عقب جا باشن. بریم ادامه. بچه این شخصی که حالا زوم کرد روش، اینو به من حتما بگید که این کیه، همین عینکه این حتما واسه من کامنتش کن. بریم ادامه. صدا که نداره اصلا این جیپ، فکر کنم موتورش برقیه. جوانای افغانستان دارن چه کار میکنن؟ دارن غوغا و طوفان به پا میکنن، دارن انگلیس شوروی همه رو دارن میسوزونن میچزونن. یکی یکی موتور اسپورت رو ساختن، الان اومدن این جیپ قشنگ رو ساختن با موتور الکتریکیه، فکر کنم که صدا نداشت. نمیدونم چی بگم. بریم. جیپ صدا نداره. این جیپ صدا نداره. این جیپ صدا نداره. حالا شما اینو حتما به من بگید که موتورش برقی است یا نه، چون موتورهای برقی صدا نداره. اینو به من کامنت کن. بریم ادامه. الهی دل همه مردم مهربان و خوشقلب و با محبت کشور افغانستان همیشه دلشون شاد باشه، همیشه تنشون سلامت باشه، همه دور برگردن کنار خانواده خودشون، و بعد از این که دل خودشون شاد شد، خدای ازت میخوام این مرزها برداشته شه تا همه فارسی زبان ها دور هم دیگه جاشن، بگیم بخندیم صلح صفا صمیمیت. اون روز روز جشن منه، اون روز روز جشن منه که مرزها برداشته شن و همه ما فارسی زبان ها آزادانه کنار هم دیگه بنشینیم و صفا کنیم و بخندیم. اون روز روز جشن من. بریم ادامه. بچه اینو به من بگید، الان من که نگاه کنم اکثرا عمامه گذاشتن روی سرشون، این پارچه یه دور سرشون میپیچن. توی کشور ایران فقط روحانیون و اونایی که آخوند هستن میتونن از این عما بگذارن دور سرشون. توی کشور افغانستان اینو حتما واسه من کامنت کنید که چه کسایی میذارن و روحانیون میذارن یا افراد عادی هم میتونن بذارن حالش، و به چه عنوان میذارن، برای جلوگیری از سرما یا کلن به عنوان کلاه میشه یا یه نوع لباس زینتی. اینو بطن واسه من کامنت کن. بریم. قلب مهربونتون، ای به قربان قلب مهربونتون جوانای خوش قلب افغانستانی، بسیار دوستتون دارم. من توی کامنت ها شاید نرسم بگم، ولی جا داشته باشه به همه تون تک تکتون کامنت میذارم، بسیار دوستتون دارم. جاتونم اینجاست، جای شما جوان افغانستانی اینجاست. بس سلام. بریم. چه رویا؟ خیلی جالب و قشنگ این جیپ ساخت کشور افغانستان، جدیدترین جیپ ساخته کشور افغانستان، خیلی زیبا و جذابه. جالب هستم واسه من، مطمئنم اینم یک جوونه که ناشناخته است اومده اینو ساخته و واسه شروع اولین بارش عالیه، عالیه، این حرکتش بسیار عالیه. همینجا من این دستو میزنم و به افتخار این جوانی که این جیپو ساخته ایستاده دست میزنم، ایستاده دست میزنم به افتخار این جوان، به افتخار این جوان. احسنت بهش، احسنت بهش. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروز ما.
اگه اطلاعات کاملی داری نسبت به این ویدیو و این جیب، حتما در اختیارم بذاری که سازندش کی بوده و کی ساخته شده، کی تمام شده ساختش. اینو حتما واسه من کامنت بذارید و اگه جایی اطلاعات شده اونم واسه من اصلاح کنی که به بار اطلاعاتی من افزوده شه. اگه از این ویدیو لذت بردین لطفا کانال من سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدین اینستاگرام هم بالا میاد اونجا حتما منو فالو کنید. منم از نگاهی باتون خیلی دوستتون دارم. گود بای.